امروز قصد دارم 19 نوشیدنی رو به شما معرفی کنم که با مصرف اونها پیش از خواب به خواب عمیقی همچون یک کودک فرو می روید. نوشیدنی اول، شیر بادام. بادام منبع غنی منیزیم است، ماده معدنی که برای خواب راحت ضروری است و طبق تحقیقی که در مجله طب جایگزینی مولکولی منتشر شد، زمانی که میزان منیزیم در بدن خیلی پایین باشد، فرد نمیتواند بخوابد و از بیخوابی رنج میبرد. پس راه حل آن است که پیش از خواب شیر بادام بنوشید. نوشیدنی دوم، چای سنبلوتی. سنبلوتی فقط برای گربه ها نیست. این گیاه مواد ضد استرابی دارد که میتواند ذهن را آرام کرده، بنابراین میتواند به خواب آرام شما کمک کند. نوشیدنی سوم، بابونه. بابونه همراه با اسطوخودوس یکی از معروف ترین و متداول ترین درمان ها به شکل چای برای خواب است. به این دلیل که خوب عمل می کند، طعم عالی دارد و با افزودن مقداری عسل برای شیرین شدن آن که به علاوه آن عسل موجب تحریک گیرنده‌های خواب نیز می شود، اولین قدم برای مبتدی هاست. نوشیدنی چهارم، دم کرده تخم چیا. این گیاه بومی آمریکای مرکزی است. این گیاه را برای مصرف دانه عام می کنند، گرچه خود گیاه کاربرد تزئینی هم دارد. امروزه تخم پیاز جزء گروه خوراکی های فوق‌العاده قرار دارد، اما اقوام آستک و مایه ها تصور می کردن که تخم چیا دارای خواص شفا بخش شگفت انگیزی است. آنها سرشار از تریپتوفان هستند که موجب خواب می شود. نوشیدنی پنجم، شیر نارگیل. فرهنگ های کهن در هند برای قرنها می دانستند که زردچوب ادویه قدرتمند است که می تواند به درمان التهاب، آرتروز و بسیاری از بیماری ها کمک کند. زمانی که زردچوبه با یک منبع غنی از منیزیم مثل شیر نارگیل ترکیب شود، به یک نوشیدنی دلچسب که به خواب کمک کرده و باعث می شود سرحال از خواب بیدار شوید تبدیل می شود. نوشیدنی ششم، آب نارگیل. آن را با شیر نارگیل که از فشردن میوه نارگیل به دست می آید اشتباه نگیرید. آب نارگیل کمی تیره، اندکی شیرین، برای سهولت استفاده هم‌اکنون در بسته‌بندی وجود دارد. فقط مراقب باشید که از انواع بدون شکر افزوده، مواد نگهدارنده و رنگ آن استفاده کنید. نوشیدنی هفتم، چای سبز. چای سبز یکی از بهترین منابع آلتیانین است. یک قوری چای سبز دم کنید، بگذارید خنک شود و آن را به معجون موز و عسل خود قبل از خواب اضافه کنید یا آن را داغ هنگام خواندن یک کتاب خوب قبل از خواب بنوشید. نوشیدنی هشتم، رازک. اگرچه آبجو و الکل برای خواب خوب مناسب نیستند، اما رازک که یک ماده اصلی در تهیه آبجوست و دارای خواص ضد درد ملایمی می باشد، می تواند به خواب کمک کند. به خصوص اگر مثل آلمانی ها آن را به همراه ریشه سنبلاتی مصرف کنید. نوشیدنی نهم، اسطوخودوس. از پیش از قرون وسطا اسطوخودوس به عنوان یک آرام بخش مورد استفاده بوده است. تحقیقات رایج درمانی نشان داده حتی بویدن اسطوخودوس میتواند باعث رهایی از تنش، بهبود خلق و خو و تغییر امواج مغز شود. بهترین نوع اسطوخودوس متعلق به مناطق مدیترانه است. نوشیدنی دهم، چای بادرنج بویه. مادر نجبویه موجب خواب آلودگی نمی شود، اما به دلیل طعم و بوی لطیف لیمو و نعنا به آرامش و کاهش استرس کمک می کند. اگر به دنبال راهی طبیعی برای کاهش استرس هستید، چای سنتی مادر نجبویه برای شما جادو می کند و پر از طعم لیموی تازه و نعناست. نوشیدنی یازدهم، نوشیدنی های حاوی پودر منیزیم. دونده ها، ورزشکاران یا افراد معمولی می توانند از خواص و آسانی استفاده پودرهای منیزیم برای تقویت مواد معدنی مورد نیاز برای خواب خوب بهره ببرند. می توان این پودرها را فقط با آب مخلوط کرد یا در چای سبز بریزید و برای خواب آماده شوید. نوشیدنی دوازدهم، شیر گرم. ممکن است شیر گرم آمینو اسیدها یا موادی که موجب خواب می شود را نداشته باشد، اما گرمای آن که در بدن شما پخش می شود خاصیت آرام بخشی دارد.
و نظریه های نیز وجود دارد مبنی بر اینکه گرمای شیر ما را به یاد دوران نوزادی که با شیر گرم تغذیه می شدیم می اندازد. نوشیدنی 13 چای شبانه. علاوه بر چای ها و جوشانده هایی که حاوی یک نوع محصول هستند، باید کمی هم از چای های مخلوط استفاده کنید. این چای ها طیف وسیع از طعم ها و درمان های مؤثر را به شما عرضه می کند و حاوی موادی هستند که موجب خواب می شود. نوشیدنی 14 اوولتین. اوولتین یک طعم دهنده شیر است که از عصاره مالت تهیه می شود. بیشتر افراد بالای 40 با اوولتین آشنا هستند، یک نوشیدنی صبحانه که قدمت آن به اوایل دهه 1900 در برن سوئیس باز می گردد، اما در انگلستان و ایالات متحده نیز تولید می شده است. این پودر با پایه مالت است که برای تهیه نوشیدنی به شیر افزوده می شود، اما به عنوان جایگزینی برای لبنیات می توانید آن را با شیر بادام مصرف کنید. نوشیدنی 15 گل ساعتی. گل ساعتی یک مسکن مورد توجه آزتک ها بوده است و در طول تاریخ به دلیل اینکه بیخوابی را کاهش داده و یک مسکن ملایم است توسط درمانگرها مورد استفاده قرار می گرفته. نوشیدنی 16 نوشیدنی خواب. بله، اسم این نوشیدنی واقعا خواب است و هر شیشه آن محصول شرکت نورو هیچ رنگ و طعم مصنوعی نداشته و 35 کالری انرژی دارد. این محصول گیاهی است و گواهی نیز دارد و در 3 طعم عرضه می شود: هلو، زردالو، طالبی انبه و رویه نارنگی. این سه نوشیدنی حاوی موادی مثل تیانین، ملاتونین و منیزیوم هستند که به خواب کمک می کند. پس می توانید قبل از رفتن به رخت خواب آن را بنوشید و هیچ زحمتی برایتان ندارد، چون مواد آن از قبل مخلوط شدند. نوشیدنی 17 آب آلبالو. آب آلبالو حاوی میزان زیادی ملاتونین، هورمون تنظیم کننده خواب است. مخلوط آب آلبالو با وانیل و عسل نوشیدنی خوش طعمی می شود که به خواب شما کمک کرده رادیکال های آزاد را از بین می برد. نوشیدنی 18 ریشه سنبلوتی. یونانیان و چینیان باستان از ریشه گل سنبلوتی برای آرام کردن معده، از بین بردن اضطراب و ایجاد خواب عمیق و اصلاح الگوی خواب استفاده می کردند. متداول است که آن را به صورت گرم تنها یا مخلوط با سایر گیاهان می نوشند، اما قرص، عصاره و تنتور آن نیز در دسترس است. و اما نوشیدنی آخر، معجون گردو. برای کسانی که به آجیل حساسیت ندارند، گردو منبع فوق‌العاده تریپتوفان است. می توانید آن را قبل از خواب مصرف کرده یا روی تکه های موز خرد کنید و با شیر بادام به صورت معجون شبانه تهیه کنید و خواب جزایر استوایی و باغ بهشت را ببینید. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. اگر این ویدیو را دوست داشتید حتما ما را سابسکرایب کنید.